و ما ساعتی پیش درباره تحریم‌های جدید اروپا و آینده روابط جمهوری اسلامی با کشورهای اروپایی با دامون گلریز، پژوهشگر روابط بین‌الملل در دانشگاه لاهه در هلند گفتگو کردم. آقای گلریز بعضی از تحریم‌ها را تزیینی می‌داند. این تحریم‌ها جنسش دو نوع هست. یکی ممنوعیت سفر هست برای مقاماتی که در سرکوب مردم ایران دست داشتن. یکی دیگرش هم مسئله مسدودسازی دارایی ها هست که اتفاقا اون وقت اون به مسئله پهپادها و تسلیحاتی هم که تهران به مسکو ارائه داده در خصوص جنگ اوکراین میرسه. این مسدودسازی دارایی و ممنوعیت سفر رو من بیشتر تزیینی و نمادین میبینم تا تغییر راهبردی یا نوعی از تحریم‌های راهبردی که بخواد واقعا جمهوری اسلامی رو زیر فشار قرار بده. به خاطر اینی که در این یک ماه گذشته طبق آخرین آمار فروش نفت ایران به کشورهای به خصوص چین در آسیا، حتی امارات، با 300 هزار بشکه به 1 میلیون بشکه در روز رسیده و این به این معنی هستش که هنوز حکومت احساس میکنه که از نظر اقتصادی میتونه خودش رو تأمین بکنه. مثالهای دیگه هم هست، حتی تحریمهایی که امریکا مطرح کرده یا حتی تحریم سپاه توسط کانادا تا الان به نظر میاد که هنوز اجرا نشده و همه اینها نشوندن اینه که غرب در تحلیل نهایی هنوز به این نتیجه نرسیده که باید واقعی جمهوری اسلامی رو زیر فشار بگذاره، بلکه به دنبال اینه که همونطور که در بیانیه G7 هم آمده بود از این استفاده بکنه، از اهرم مردم ایران استفاده بکنه برای معادلات راهبردی خودش، به خصوص مسئله توافق هسته‌ای. دامون گلریز، سکوت کشورهای اسلامی منطقه نسبت به وقایع ایران را دردناک می‌خواند و با اشاره به دعوت مصر از جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در کنفرانس دارالتقریب اسلامی و حذر کردن شبکه الجزیره از پرداختن به مبارزات مردم ایران به کارهای تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا اشاره کرده که می‌شنویم. در مورد مسئله خطر میدونید کارهای تروریستی که به خصوص وقتی که وزیر اطلاعات حکومت با وبسایت خامنه‌ای مصاحبه کرده و در اونجا مشخصاً یک پایگاه بزرگ خبری رو در انگلستان به عنوان گروه تروریستی مطرح کرده و مطرح کرده که هر کسی که با این پایگاه یعنی ایران اینترنشنال تماس بگیره یا در ارتباط باشه هم به عنوان تروریست شناخته میشه، یعنی فرض بکنید افرادی هم که با اونها بحث میکنن مثل بنده به این شکل مورد تهدید جانی قرار میگیرن. و فقط همون نیست، بلکه الان مسئله MI5 یعنی پلیس داخلی بریتانیا هست که نشون میده که یک گروهی برای ترور بعضی از خبرنگاران که حتی تعدادشون به چند ده شاید 100 نفر هم برسه فرستاده شده به انگلستان. همه اینا نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی تصور میکنه که آقای عزیزان که هزینه کار تروریستی و هزینه تهدید اروپا بیشتر از کمتر از فایده اونه برای اینه که اینها به مماشات دعوت بشن. به معنای دیگه تحلیل جمهوری اسلامی این هست که و این رو از نوع تحریم ها هم میشه فهمید، تحریم های اروپا در حال حاضر، که اگر ما فشار رو بیشتر بکنیم اینها ممکنه که گاز رو کمتر بکنن برای فشار به سمت جمهوری اسلامی و این دردناکه، هم برای ایرانیانی که در اروپا و بریتانیا زندگی میکنن و هم برای خود جامعه آزاد این کشورها. ولی یه نکته جالب اینجا به نظر من درجه قدرت مردم ایرانه که مبارزاتشون خودشون رو و خواسته های خودشون رو و مطالبات حقوق بشری و آزادانه خودشون رو به دنیا دارن تحمیل میکنن. در پیوند با اعتراض های سراسری در ایران هم آقای دامون گلریز معتقد است که جمهوری اسلامی سعی میکند با حمله نظامی به کردستان عراق پای کردها یا دیگر اقلیت‌های قومی را به برخوردهای مسلحانه بکشاند و از این طریق مبارزات مردم را منحرف کند و از تنگناهای آن بگریزد. جمهوری اسلامی خودش را در تنگنا می‌بینه و از طریق حمله به پایگاه کردهای ایرانی در اقلیم کردستان در عراق در عمل دو هدف رو دنبال می‌کنه. یکی نشون دادن قدرت موشکی و پهپادی خودش به کشورهای منطقه
مشخصا هم عربستان و اسرائیل، به خصوص عربستان، و از طرف دیگه تحریک گروه های کردی ایرانی که بسیار واقعا جانفشانی کردن و خیشتنداری کردن در این 9 هفته گذشته برای اینه که وارد مبارزه مسلحانه بشن. وارد مبارزه مسلحانه یعنی پاسخ مسلحانه دادن به جمهوری اسلامی، تله‌ای هستش که به وسیله این حکومت میخواد این خیزش انقلابی مردم ایران رو به بیراهه ببره. این کار رو در زاهدان هم انجام داد.